سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می ملاقات فعال مدنی اهل اردبیل که همه فعالیتهایش مدنی و مسالمت‌آمیز بوده چه زمانی که در تجمع قلع بابک شرکت کرده بود و چه پس از آن که درباره زبان مادری میگفت و مینوشت و حالا به دلیل همین فعالیت‌های مدنی زندانی است پشت دیوارهای بلند زندان اوین توحید امیر امینی سی و سال دارد علاقمند به شعر و هنر است و حرفش جوشکاری او در سالهای گذشته بارها احضار و بازداشت شده آخرین بار اوایل اسفند 97 بود به دلیل پخش اعلامیه هایی در رابطه با روز جهانی زبان مادری او در تهران بازداشت و به بند امنیتی 209 زندان اوین انتقال یافت مدتها تحت بازجویی بود بدون دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده او از زندانیان سیاسی حمایت می کرد اما به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شد. مدافع حقوق اقلیت ها بود و در تجمعاتی در رابطه با روز جهانی زبان مادری شرکت کرده بود. اما به اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی متهم شد. اتهام هایی که به تشکیل پرونده ای در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران انجامید. دادگاهی که قاضی آن ایمان افشاری او را مجرم دانست و برایش حکم نه سال زندان صادر کرد. توحید امیر امینی در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرعه شد و حکمش به هفت سال و نیم زندان کاهش یافت که پنج سال آن قابل اجراست. این فعال مدنی با حکم دادگاه همچنین به مدت دو سال از عضویت و همکاری با گروه ها و احزاب سیاسی هم محروم شد و علاوه بر اینها طی سالهای گذشته دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی دو برادر و مادر سال خورده او را هم بارها احضار و بازجویی کرده است توحید امیر امینی از حدود دو سال پیش محکومیت خود را در حصار دیوارهای بلند زندان اوین میگذراند و آن سوی دیوارها چشمان پر اشک مادر سال به در دوخته شده تا روزی که فرزندش از بند رها شود و به خانه بازگردد. آن روز شاید سه سال دیگر باشد اگر در ماه و سالهای پیش رو توحید امیر امینی مشمول اف قرار نگیرد.